بسم الله الرحمن الرحیم به لکچر 11 هم و لکچر 12 هم مضمون ادوانس نتورک خوش آمدین. خدا کنه که جلسه دهم فهمیده باشین و عملا کار کرده باشین، که در طب دیفرین روتینگ پروتوکول ها بود که عملی ریدیستریبیوشن شما انجام میدادیم. این لکچر شما دو تا ویدیو داره، که یک لکچر 11 هم شما نه، یک ویدیوی هم در طب لکچر 12 هم شما نه. خب محتویات درسی این جلسه میایم میبینین. این جلسه انشالله در تبع پد وکتور روتینگ پروتکل میخونین. وقتی که پد وکتور روتینگ پروتکل بخونین، بیتره در تبع اتونوموس سیستم یا ایس هم معلومات پیدا کنین که اتونوموس سیستم چیه، اتونوموس سیستم نمبر چیه، آی جی پی پروتکل ها که عبارت از پروتکل ریپ و آی جی آر پی و ای آی جی آر پی و اس پی اف بود، اینا رو معلومات پیدا میکنین. اینا رو البته قبلا خوندین، حالا فقط میفهمیم که اینا رو به نام آی جی پی پروتکل هم میگن، که ریپ بر شما قبلا خونده بودیم به سمستر پنجم خود از اینا، مونتا باز هم اینا به شما ریویو شد کلا یک عملی یک دفعه به صورت ادوانس تر خونده. بعد بی جی پی پروتکل میخوانیم، میفهمیم که ای جی پی پروتکل داریم، نمونه و مثال بی جی پی میتونه باشه. بعد بی جی پی چیه، بعد ادمنستریتیو دیستنس یا ایدی چیه، و بعد کانفیگوریشن بی جی پی چی قسمه، و بعد تستینگ و دیبگینگ بی جی پی که در قالب دو ویدیو انشالله اینا رو میخوانیم، همین عنوان ها یا همین تاپیک ها. خب اگر یاد شما باشه دیاگرام به لکچر چهارم هم شما دیشتیم که کل همی داینامیک روتینگ پروتکل ها یک دسته بندی منظمی داری شده، که اول داینامیک روتینگ پروتکل ها دو حالت داره، یکی انتریور گیتوی پروتکل یا آی جی پی پروتکل ها داریم، یکی ای جی پی پروتکل ها داریم. آی جی پی پروتکل ها نمونه و مثالی میتونه از دو میکانیزم شما قبلا خوندیم، یکی دیستنس وکتور روتینگ پروتکل ها خوندیم، یکی لینک استیت پروتکل ها خوندیم. خب که در لینک استیت پروتکل هم بفهمیدیم آبکان ندیش، نمونه و مثال پروتکل و اس پی اف میتونست باشه، آی اس آی اس میتونست باشه، در اینا ایریا تعریف میشد. در حالی که دیستنس وکتور روتینگ پروتکل آبکان دیش، بعد به اساس هم آبکان یا روترار پشت سر هم حساب میکرد، که در ریپ اگر سمستر پنجم یاد شما باشه تا 15 تا آپ سپورت میکرد. بعد پروتکل آی جی آر پی و ای آی جی آر پی که از تا آبکان تای زیادتر دیش و ورژن های انکشاف یافته خود ریپ میتونستیم بگیم، که اینا از میکانیزم دیستنس وکتور استفاده میکنن و اس پی اف و اس آی اس لینک استیت. اما این جلسه میایم این موضوع میخونیم پد وکتور روتینگ پروتکل، همین قسمی که قبلا به سلاید دیدین، از نمونه و مثال پد وکتور روتینگ پروتکل، پروتکل بی جی پی هم کلا اون میخونیم و هم عملی کانفیگوریشن رو ان شاء الله میبینیم. این دیاگرام یک دیاگرام کامل و منظم و میتونیم بگیم خیلی خوب ایده میده به شما که در داینامیک روتینگ پروتکل ها چی گا پا هست، و به صورت یک دیاگرام منظم که شما میفهمید کدوم پروتکل به کدوم بخش تعلق داره. این هم موضوعی که امروز میخوانیم پد وکتور روتینگ پروتکل، و بعد میایم سر اینا موضوع جانبیه فقط به خاطر فهمیدن بیشتر، ولی بعد ای جی پی پروتکل و بی جی پی و کانفیگور کردن و اتونوموس ادمنستریتیو دیستنس و نحوه کانفیگور کردن بی جی پی و دیبگینگ و جزء مطالب درسی شما که بعد بخونید. So what is path vector routing protocol؟ حالا path vector routing protocol که میفهمیم یکی از میکانیزمای Dynamic Routing Protocol رو باید بشناسیم. A Path Vector Routing Protocol is a network routing protocol which maintains the path information that gets updated dynamically. Path Vector Routing Protocol همین قسمی که از نوع از پیدای یک جمله Network Routing Protocol های که ای ما قبلا به میکانیزم های مثل Distance Vector و Link State که خونده این اون information های یا معلومات روتینگ های همسایه ها خود میگیریم. اما ای چی میگیره؟ which maintain the path information that get updated dynamically. این path یا مسیری که به روتر همسایه میرسه یا به روتر اتونوموس سیستم همسایه میرسه و داخل خود خود ذخیره میکنه. باز روتر که گرفت باز به روتر بعدی میفرسته، باز اتونوموس سیستم خود خود داخل path اضافه میکنه. پس در path routing protocol کسته ای از میکانیزم path یا مسیر برای اپدیت کردن مسیر بین خود و بین اتونوموس سیستم همسایه خود استفاده میکنه. Update that have looped through the network and return the same node are easily detected and discarded.
خب ای عبد تو کسته که اگه وقتی لوپ یا حلقه یا دوره اتفاق بفته که اینا به صورت ساده پس ریترن میکنه به این نود یا به اون نودی که فرستاده قبلا و میتونه لوپ پر دیتکت بکنه، یعنی لوپ یا لوپی که در نتورک یا حلقه که اتفاق افتاده یا اطلاعات که خود میره پس به خود برگشت میکنه پیدا بکنه و اونا چکار بکنه، لوپ از بین ببره یا دسکارد بکنه. This algorithm sometimes use in Bellman Ford routing algorithm to avoid count to infinity problem. اگر دقت کرده باشین میگه این الگوریتم معمولا یا بعضی وقتا استفاده میشه به جای الگوریتم بلمن فورد. بلمن فورد یاد چمونه؟ بلمن فورد و دستانس وکتور. گفته میکانیزم به دستانس وکتور توسط شخص به اسم بلمن فورد ایجاد شده، به این خاطر به نام بلمن فورد روتینگ هم میگن. پس این که اصلا بعض وقتا به جو از روی استفاده میشه، اما او یک مشکل دیش که در اون لوپ به وجود میاد یا count to infinity یا معمولا معدودیت در بحث هاپ کانتا و اینا به وجود میاد، اما این مشکل را اواید کرده یا این مشکل لوپ را جلوگیری کرده، مشکل هاپ کانتا جلوگیری کرده، در این وجود نداره، شباهت داره با میکانیزم بلمن فورد یا شباهت داره با میکانیزم دستانس وکتور. این باشه پس سلاید قبلی بیارم ببینیم ما دستانس وکتور داریم، پس پد وکتور روتینگ پروتکل از راز کار کرد شباهت داره با دستانس وکتور، اما برخلاف دستانس وکتور لوپ هم جلوگیری میکنه و آب کانت هم در او انفینیت محدوده. حالا حداقل فهمیدیم منظور ما چی هست. میریم ادامه از رو میخونیم. این هم در قد یک از روتینگ پروتوکول هایی که برای اپدیت کردن روتینگ خو از پد یا مسیر برای رسیدن به اتونومس سیستم همسایه خو استفاده میکنه و او زمانی که اطلاعات از رو گرفت او هم مسیر خو یا همو پدی که وجود داره برای از رو یا آدرس که هسته داخل همو روتینگ تیبل اپدیت میکنه و بعد میفرسته به سیستم همسایه خو یا به اتونومس سیستم همسایه خو. میایم ادامه رو میخونیم. It is different from distance vector routing and link state routing. همین پد وکتور روتینگ هست نسبت به دیستانس وکتور روتینگ و نسبت به لینک استیت روتینگ متفاوته. Each entry in the routing table contain destination network. هر کدوم از انتری ها in the routing table در داخل خود روتینگ تیبل خود روتر ها چی وجود داره؟ contain destination network، نتورک همسایه از او یا نتورک پلوفیل از او یا destination network که داخل ذخیره شدیه. The next router and path to reach to destination، روتر همسایه و اون مسیری که او میتونه به او روتر همسایه با یا به او autonomous system همسایه برسه اون مسیر هم داخل routing table خود path vector routing ذخیره شدیه. border Gateway Protocol or BGP is an example of Path Vector Routing Protocol. Protocol BGP یکی از نمونه و مثال Path Vector Routing Protocol است. پس پروتکل BGP به عنوان مثال از Path Vector Routing Protocol کار میکنه. قسمی که قبلا یاد چمونه شما به لینک استیت و SPF کار کردیم، کل کارلا و کانفیگوریشن یاد گرفتیم، به دیستنس وکتور شما IGRP و EIGRP کانفیگوریشن و عملی کار کردن یاد گرفتیم. حالا میایم به پد وکتور روتینگ پروتکل، شما بی جی پی و کار کردن و واژه ها یا ترمینولوژی و همه چیز ان شاء الله یاد میگیریم. So border gateway protocol or BGP is an example of path vector routing protocol. In BGP autonomous system boundary router در داخل BGP ASBR شاید شنیده باشین که قبلا هم به شما توضیح دادم که مخفف autonomous system boundary router یا router که قسمت مرزی autonomous system ها قرار داره. Send path vector message to advertise the reachability of the network. او چه کار میکنه؟ سند میکنه، پد وکتور مسیجر سند میکنه به روترها همسایه خو یا ادورتایز میکنه یا اعلان میکنه برای از اینکه ریچیبلیتی به نتورک های همسایه مشخص شه که چی قسم به نتورک های همسایه میرسه، یعنی نتورک های همسایه هم پدها یا دستنشن نتورک ها خو به اید بفرستم تا همین روتینگ تیولزی هم اپدیت بشه. Each router that received the path vector message must verify and advertise path according to its policy. نظر به پالیسی که وجود داره بعد هر روتر که ریسیو میکنه یا دریافت میکنه پد وکتور مسیجر، مسیجای مربوط به پد وکتوره، بعد وریفای بکنه و ادورتایز بکنه، وریفای یعنی تایید بکنه و ادورتایز بکنه، یعنی
آدرس خود خورم داخل از او بنویسه یا اد بکنه و او را ادورتایز بکنه و نتورک های همسایه. این نوعی کار کردنه. کانال به دیاگرام بعدی انشالله شما بیتر متوجه میشین. ببینیم چون پد وکتور راوتینگ پروتکل رو اتونوم سیستم ها کار میکنه یا ایس کار میکنه. اتونوم سیستم نمبر یکر داریم، دور داریم، سر داریم، چهار داریم، پنج داریم. همین مسیج یا به اسم پد وکتور مسیج اینا بین خود خود رد و بدل میکنم. یعنی پد وکتور مسیج یک اتونوم سیستم نمبر یک روان کرده و اتونوم سیستم نمبر دو و به اتونوم سیستم نمبر سه. بازی اتونوم سیستم نمبر دو هم AS یا اتونوم سیستم نمبر خود خوزده و ای هم که قبلا بود بعدی فرستاده به اتونوم سیستم نمبر چهار. اتونوم سیستم نمبر چهار هم آدرس خود خورد داده و هم از ایدی تا قبلی که اتونوم سیستم نمبر دو و یک بود روان کرده به پنج. حال اتونوم سیستم نمبر پنج معلوماتی رو داره که چی قسم به همین نتورک ها برسه. بعد هر زمان خواسته باشه اتونوم سیستم نمبر پنج باز مسیج روان میکنه و اتونوم سیستم نمبر یک که به وصل باشه. میگه ایس پنج، ایس سه و ایس یک معلومات این قسمه و من به اونا رو چی برلوم یا قابل دسترسم. این همه فرستادن پد وکتور مسیج بود که بین اتونوم سیستم های مختلف رد و بدل میشه. همین روتری که به این قسمت قرار داره به اسم ایس بی آر یا اتونوم سیستم باوندری روتر برای از میگن که همین آی پی ادرس نه و روان کده به این روتر همسایه یا به این اتونوم سیستم همسایه. خب حالا میایم در تا به اتونوم سیستم بحث میکنیم که اتونوم سیستم چی هست. ما قبلا هم به شما گفتم که اتونوم سیستم یا AS تعریف هایی به شما دیشتم. گفتم مجموعی از نتورک ها زیر اثر یک سازمان به نام AS یا اتونوم سیستم میگن. همین اتونوم سیستم نمونه و مثالی میتونست از یک OSP باشه. یک تعریف خلاصی بود که به شما کردم. حال تعریف هایی از این قسمت هم میبینیم که آشناشیم. Internet is divided into collection of networks. Internet divide شده یا تقسیم شده به نتورک ها یا به مجموعی از نتورک ها called autonomous system. برای همون مجموعی از نتورک ها چی گفته میشه؟ autonomous system یا IS گفته میشه. That are independently controlled by different organizations and companies or ISP. کمی و کلکشن از نتورک ها یا مجموعی از نتورک ها به صورت مستقل توسط سازمان های مختلف یا توسط کمپنی ها یا توسط ISP ها مدیریت میشه. پس سازمان هایی که مدیریت کننده خود شبکه های کمپیوتری هم برای از اونها چی گفته میشه؟ برای از اونها IS گفته میشه یا اتونوموس سیستم. مثل یک ISP، مثل یک کمپنی بزرگ، مثل یک کمپنی که خدمات اینترنت ارائه میکنه به سطح یک کشور حداقل. خب ان AS is a set of networks. یک تعریف دیگه برای AS یا اتونوموس سیستم. Set of networks مجموعی از نتورک های controlled by the single administrative authority using the same internal routing policy. یک AS یا یک اتونوموس سیستم مجموعی از نتورک هایی که کنترل میشه توسط یک نهاد مدیریتی که او اتوریتی داشته باشه، او قابلیت مدیریت داشته باشه و عین روتینگ پروتکل های داخلی را هم استفاده بکنه. یعنی در داخل یک اتونوموس سیستم داخل تمام روترها عین روتینگ پروتکل چیکار میشه؟ کانفیگور یا ستاپ داده میشه. مثلا اگه رپ ستاپ داده بشه داخل 10 تا روتر که داخل یک اتونوموس سیستم هم رپ، اگه او اس بی اف کانفیگور بشه داخل یک اتونوموس سیستم کل روترها اگه 10 تا باشه 20 تا باشه همگی عین روتینگ پروتکل یا عین روتینگ پالیسی داره. خب the most common example of an AS is ISP. نمونه و مثال از عامی از یک اتونوموس سیستم میتونه ISP باشه. خب اتونوموس سیستم این یک نمونه یا یک مثال از یک اتونوموس سیستم. ببینید فرض کنیم یک ارگانیزیشن یا یک سازمان یک اتونوموس سیستمه، یعنی مجموعی از نتورک ها داره. فرض کنیم یعنی این اتونوموس سیستم 6 تا روتر داره یا 6 تا نتورک مختلف زیر اثر همین سازمان وجود داره. برای همین سازمان یا برای همین ارگانیزیشن یک اتونوموس سیستم شما گفته میتونید. AS یک تعریف خیلی خلاصه برای اتونوموس سیستمه. Networks under a single administration. مجموعی از نتورک ها زیر اثر یک سازمان به نام چی یاد میکنن؟ به نام اتونوموس سیستم. خب حالا میایم اتونوموس سیستم نمبر رو میخونیم که این اتونوموس سیستم نمبر یا ASN چی هسته. Each AS هر کدوم از امور AS ها یا اتونوموس سیستم ها is identified by a unique IS number. هر کدوم از او اتونوموس سیستم ها identify میشن یا مشخص میشن توسط یک یونیک نمبری به اسم ASN که مخفف اتونوموس سیستم نمبره.
ASN are controlled and registered on the internet. ASN ها که از طریق اتونوم سیستم نمبر ها کنترل میشه و رجستر میشه در اینترنت. The same ASN apply to all network devices within AS routing domain. Aine, the same ASN applies, aine ASN apply میشه, aine autonomous system number apply میشه روی تمام network device ها یا router هایی که در داخل یک autonomous system قرار داشته باشه. These autonomous systems must have an officially registered autonomous system number. هر autonomous system باید به صورت رسمی autonomous system number رو رجستر بشه. یعنی تنیه که هر کس از پیش خود خوبیه برای autonomous system خود نمبر بده. او باید به صورت رسمی توسط همه سازمانهایی که اینترنت رو به شما میدن به شما میگن که autonomous system number که شما استفاده میکنیم میتونه چی باشه. پس یا officially register میشه. Which they will get or which they get from their regional internet registry. کامو autonomous system number اونا دریافت میکنن از امو regional internet registry از امو سازمان منطقی که برای استفاده از اینترنت هست. یعنی امو سازمان منطقی امو ارگونایزشن که به شما اینترنت را ارائه میکنه همو سازمان هم به شما میگه که ISN نمبر شما چیه و شما رو باید رجستر بکنه. یعنی برای اتونوموس سیستم شما یک نمبر مشخص بکنه. اینه برای از اینکه آیدیا بیتر بگیریم می به قسمت یک دیاگرام جالبی از بحث اتونوموس سیستم و اتونوموس سیستم نمبر پیدا کردین. اینه ببینیم واضح میشه به شما. نوشته ISP the ISP B یا شما از گفتیم یک نمونه از AS یا اتونوموس سیستم میتونه ISP باشه. فرض کنیم همین ISP B اتونوموس سیستم یا AS نمبر 200 داره. پس ای AS نمبره یا اتونوموس سیستم نمبره. به اینجوری نگاه کنه ای AS یا اتونوموس سیستم نمبر 400 داره. ای اتونوموس سیستم نمبر 300 داره. ای اتونوموس سیستم نمبر 100 داره. پس هر ISP یا هر ارگانیزیشنی که مسئولیت نتر ارائه خدمات اینترنتی رو در جهان داره یک اتونوموس سیستم نمبر حتمی به ایس از اون مشخص شده هسته. این اینجوری نوشته شده که این مربوط به ای اتونوموس سیستم نمبر 400 مربوط من بسته اون مثال مربوط به نیویورک و هالکونگ و ده ارگانیزیشن های دو قسمته. این مربوط به یک ISP دگیه، این مربوط به ISP A، این مربوط به ISP B، هر کدام یک اتونوموس سیستم نمبر دارن. این روترها به نام روترهای مرزی برای از اون میگن. این روترها رو باز حالی میخونیم. داخل همین اتونوموس سیستم اگه 100 تا روتر هم وجود داشته باشه برای همین اتونوموس سیستم نمبرایی که اگه پروتکل EIGRP کانفیگور بکنم رو خود خوب اتونوموس سیستم نمبر 200 داده میشه. برای از این صدها روتر به طور مثال که داخل از این AS یا اتونوموس سیستم نمبر 400 وجود داشته باشه داخل کل روترهای داخلی از او اتونوموس سیستم نمبر 400 داده میشه. خب پس این روترها روترهای مرزیه که باز اتونوموس سیستم نمبرهای مختلف رو با هم دیگر وصل میکنه و باز بر روی از اینا پروتکل BGP کانفیگور میشه. این جلسه ان شاء الله میخونیم و خیلی ایده ها شما در رابطه با راوتینگ ها قوی میشه. خب بعد میایم. حالا ما دو اصطلاح داشتیم قبلا هم اگه یاد شما باشه ما IGP پروتکل داشتیم و EGP پروتکل داشتیم. حالا اینا رو بیشتر میخونیم که ایده ها ما کامل تر شه. و همون سلاید 12 شما که قبلا خونده بودیم یه ایده کامل از این و توضیحات کامل از این چون این جلسه ختم از این باعث هسته به اونجا میارم و به شما توضیح رو میگم. خب Interior Gateway Protocol or IGP Protocol. Interior Gateway Protocol or IGP are used to exchange routing information within an autonomous system or individual organization. خب IGP پروتکل ها استفاده میشه که اکسچنج بکنه یا رد بدل بکنه راوتینگ انفارمیشن ها در داخل یک اتونوموس سیستم یا داخل یک ارگانیزیشن. پس IGP پروتکل ها او پروتکل هایی که در داخل یک اتونوموس سیستم اجرا میشه داخل اتونوموس سیستم. The purpose of interior routing protocol is to find the best path through the internal network. هدف از IGP پروتکل ها یا اینتریور راوتینگ پروتکل ها اینه که بهترین مسیر پیدا بکنه برای از اینکه راوت بکنه یا انتقال بده اطلاعات در داخل اینترنال نتورک. اینترنال نتورک منظور ما از یک اتونوموس سیستمه. IGP run on interior routers. IGP پروتکل ها رن میشه در داخل یک اتونوموس سیستم یا در راوترهای داخلی یک اتونوموس سیستم.
An example of IGP protocol. پس IGP اگه اصطلاح نمونه و مثال از IGP پروتکل ها میتونه مثل ریپ باشه که شما قبلا خونده این، مثل پروتکل EIGRP باشه، پروتکل IGRP باشه، پروتکل OSPF باشه. اینا رو به نام IGP پروتکل ها میگم. چرا IGP پروتکل ها میگم؟ چون اینا داخل یک اتونوموس سیستم کانفیگور میشه، یعنی اینتریور گیت وی پروتکل، پروتکل هایی که به قسمت داخلی اتونوموس سیستم کانفیگور میشه. حالا میایم EGP پروتکل هم میخوانیم که EGP پروتکل ها یعنی چی؟ Exterior Gateway Protocol. EGP پروتکل ها Exterior Gateway Protocol are designed, اینا دیزاین شده to exchange routing information between different autonomous system. پس EGP پروتکل ها بین autonomous system های مختلف برای رد و بدل کردن routing table ها، در حالی که IGP پروتکل ها برای رد و بدل کردن اطلاعات در داخل autonomous system هست، یعنی داخل یک اتونوموس سیستم، در حالی که EGP پروتکل ها برای رد و بدل کردن اطلاعات یا هم روتینگ تیبل ها بین اتونوموس سیستم های مختلفه. Because each IS is managed by different administration and may use different interior protocol. به خاطر که هر کدام از همین IS های اتونوموس سیستم ها منیج میشه توسط سازمان های مختلف، and may use different interior protocol و ممکنه پروتکل های داخلی مختلف را استفاده بکنم، network must use a protocol that can communicate between diverse system. نتورک شما باید قابلیت داشته باشه، یا نتورک شما باید یک پروتکل استفاده بکنه که بتونه کامیونیکیت بکنه بین دایور سیستم ها، بین سیستم های مختلف، بین اتونوموس سیستم های مختلف. باید بتونه بوت پروتکل باشه که بین اتونوموس سیستم های مختلف بتونه کمیونیکیشن ایجاد بکنه. پس به اون پروتکل ها میگم EGP پروتکل، که اونها اکستریور گیتوی پروتکل، پروتکل های خارجی یا بیرون مرزیه. The exterior, the EGP protocol, serve as a translator for ensuring that external routing information gets successfully interpreted inside each AS network. خب خیلی جملات واضحه اگه دقت کردیم که همین EGP سرو میکنه، خدمت میکنه به عنوان یک ترانسلیتوری و شما رو مطمئن میسازه که همه اکسترنال روتینگ انفارمیشن ها یا همه روتینگ انفارمیشن های بیرونی که از اتونوموس سیستم های مختلف هسته get successfully interpreted، اینا به صورت موفقانه انترپریت میشم یا تفسیر میشم inside each autonomous system network، در داخل هر اتونوموس سیستم. یعنی EGP پروتکل ها به عنوان یک ترانسلیتور عمل میکنن که بین اتونوموس سیستم های مختلف بتونن به صورت موفقانه روتینگ پروتکل هایی که مختلفی که استفاده میکنم انترپریت بکنم، تفسیر بکنم، یا ساده تر روتینگ از اونها برقرار کنم که اینا بتونن بین اتونوموس سیستم های مختلف هم ارتباط داشته باشن. پس EGP پروتکل ها ایتی خدمت را انجام میده. EGP protocol run on exterior router. ببینیم EGP protocol ها run میشه یا اجرا میشه روی exterior router ها، روی router های خارجی. The router that are located at the border of AS. که او router ها موقعیت داره به قسمت مرزی یا border autonomous system ها. Exterior router also called border gateway. برای router های exterior یا روترهای مرزی به نام روترهای بوردر یا روترهای مرزی هم گفته میشه. The most common exterior routing protocol on the internet today is border gateway protocol. مشهورترین یا مهمترین یا عامترین پروتکلی که به عنوان exterior routing protocol کار میکنه و عبارت از border gateway protocol یا BGP. BGP یکی از پروتکل هایی که به نام EGP protocol هم میگن. به خاطر چی؟ به خاطر که این روترهای مرزی کانفیگور میشه که بین اتونوموس سیستم های مختلف ارتباط ایجاد کنه. It is estimated that 95% of an autonomous system uses BGP. این تخمین زده شده که بیشتر از 95% از اتونوموس سیستم های جهان برای روتینگ بین اتونوموس سیستم ها خود از پروتکل BGP استفاده میکنن. BGP is defined by IATF in RFC 4271 and we are currently on version 4 or BGP version 4. خب BGP که اصلا دیفاین شده یا تعریف شده یا ایجاد شده توسط سازمانی به اسم IETF یا Internet Engineering Task Force در RFC یا Request for Comment در ریسرچ تحقیقی 4271. این نوع ریسرچ های تحقیقیه که ایمپلمنت میشه
و بعد برای نتورک کارها ایجاد میشه، یا برای نتورک یک پروتکل ایجاد میشه، اونا RFC ها برای از اونا گفته میشه، مخفف request for comment. نه تحقیق علمی شده که بعد منجر به کار پراکتیک یا ایجاد یک پروتکل در داخل شبکه کامپیوتری شده، و همی پروتکل BGP در همی RFC تعریف شده. و فعلا ورژن کنونی که ما از BGP استفاده میکنیم BGP 4 یا BGP ورژن 4 گفته میشه. خب حال میه منم این آیدیا کامل بشم شما ببینیم یک اتونوم سیستم داخل از یک اتونوم سیستم انتریور گیتوی پروتکلی که کانفیگور شده EIGRP کانفیگور شده، یعنی IGP پروتکل داخل از این اتونوم سیستم EIGRP داخل از یک اتونوم سیستم انتریور گیتوی پروتکل یا IGP پروتکل که استفاده شده OSPF استفاده شده. یک اتونوم سیستم 100، یک اتونوم سیستم 200. میایم داخل از یک اتونوم سیستم، داخل از این اتونوم سیستم 300 انتریور گیتوی پروتکل یا IGP پروتکل از روی رپه و یه اتونوم سیستم نمبر 300. پس اتونوم سیستم های مختلف راوتینگ پروتکل های مختلف را استفاده میکنن. این راوتر های مرزی به عنوان یک ترجمان عمل میکنن و روی از اینا اکستریور گیتوی پروتکل مثال BGP کانفیگور میشه. BGP روی از این راوتر مرزی کانفیگور میشه، به عنوان EGP پروتکل BGP روی کانفیگور میشه که این BGP به عنوان ترانسلیتور عمل میکنه که بین اتونوم سیستم های مختلف که یکی IGRP استفاده میکنه، یکی RIP استفاده میکنه، یکی OSPF استفاده میکنه، باعث ترانسلیشن میشه و باعث از این میشه که بین همین اتونوم سیستم های مختلف که راوتینگ پروتکل های مختلف را استفاده میکنن یک ترجمانی صورت بگیره، یک نو راوتینگ انفارمیشن از اونا رد و بدل بشه و این توسط کی میشه؟ توسط EGP پروتکل ها که نمونه و مثال EGP پروتکل میتونه BGP باشه. حال ایده های کامل گرفتین که چی قسم همین راوتینگ پروتکل های مختلف که داخل اتونوم سیستم های مختلف و توسط پروتکل BGP که به نام EGP پروتکل هم گفته میشه ترانسلیشن از او انجام میشه. خب حالا پیش از اینکه بریم ادامه BGP رو بخونیم، ما باشه که به شما یک چیز از دیاگرام سلاید 12 نشوندم که شما بیتر بفهمید منظور من چی است. میرم سلاید 12 میارم، بهترین مفهوم داره این قسمت، اینه باشه شما نشون نمی سلاید 12 شما نه. بیاییم به قسمت پایینی روتر و روتینگ اینا که گفته شده، بعد بیاییم ممیداین میگروتینگ انمی دیاگرام رو دقت کنین که خیلی حالا دیگه مفهومی به شما واضح میشه چون همه چیز رو فهمیدین. داینامیک راوتینگ ها در کل به دو بخش بود، یکی IGP پروتکل ها بود، یکی EGP پروتکل ها بود. خب IGP پروتکل ها دو میکانیزم داشتن، یکی دیستنس وکتور راوتینگ بود، یکی لینک استیت بود که به سلاید 12 هم شما همگی تعریف ها و خصوصیات از این دو میکانیزم نوشته شده یه که اینا چه قسم اپدیت ها انجام میدن و کدوم پروتکل ها به اینا ربط داره. از دیستنس وکتور که هم دیستنس و فاصله حساب میکرد و هم وکتور یا جهت مد نظر میگیره و آب کاندیش نمونه و مثال میتونست رپ ورژن 1 باشه، رپ ورژن 2 باشه، یا IGRP باشه و پروتکل EIGRP باشه. پس اینا رو به نام دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها میگفتن که همی پروتکل ها از میکانیزم دیستنس وکتور استفاده میکرد برای راوتینگ خوب و همی پروتکل ها باز هم مجموعی چیه؟ IGRP پروتکل هایه. روش بعدی خونده بودیم یا فهمیدیم که غیر از او متد دیگه به اسم لینک استیت که فقط لینک استیت رد و بدل میکنه بین همون راوترهایی که در داخل یک ایریا قرار داره. نمونه و مثال از او پروتکلایی که به لینک استیت متد خوندیم یا به میکانیزم لینک استیت خوندیم عبارت از OSPF بود که از ایریا بندی استفاده میکرد و آپکان ندیش به اونجا مثل پروتکل دیستنس وکتور که که کانفیگوریشن نسبت به اون متدها پیچیده تر بود، CPU بیشتر به کار دیش خواهد می لکچر ریویو کنیم به یاد شما می آید. بعد بیایم بله همه اکستریور گیتوی پروتکل یا EGP پروتکل ها رو به نام پد وکتور راوتینگ هم میگن. هر زمان پد وکتور راوتینگ شنیدین، پد وکتور راوتینگ نمونه مثال از EGP و مثال از EGP پروتکل ها که همه به شما توضیح دادم BGP یا بوردر گیتوی پروتکل ها. این شده از تکمیل شدن از دی آیدیا یا تکمیل شدن داینامیک راوتینگ پروتکل ها که حال شما ایده های کامل گرفتیم که چی قسم همین راوتینگ پروتکل ها دسته بندی شده و هر کدوم حال ایده های کاملی از او از کانفیگوریشن از او از کار کرد از او داره. خب این اینام که استاتیک راوتینگ بود و اینا خوندیم، این ای هم
متدایی که قبلا به شما گفتم دیستنس وکتور چیه و لینک استیت چیه، اینا رو همگی با جزئیات خوندیم. فرقا از دیستنس وکتور و لینک استیت چیه اینا رو قبلا خوندیم، یک دفعه ریویو بکنین که یاد شما بیاید. این هم مثال های از پروتکل های بود. خب میایم پس ادامه لکچر 17 هم خور شروع میکنیم، یعنی ادامه لکچر 17 همه و ادامه لکچر 17 هم. میایم اکستریور گیت وی پروتکل ما باز هم ادامه داره. بفهمید این کمی اکستریور گیت وی پروتکل دیاگرام به شما توضیح دادم، نمونه و مثال از این اکستریور گیت وی پروتکل میتونه بی جی پی باشه. باشه همین هم به شما عمل نوشته کنم، چون سلاید در تب بوردر گیت وی پروتکل دیگه لازم نیه، این بیتر نوشته کنم بوردر گیت وی پروتکل یا بی جی پی، چون سلاید در تب بی جی پی کلا توضیحاتی هم. خب BGP uses TCP. BGP که هست پروتکل BGP، حال توضیحات میخونین که چی هست، چند دقیقه بعدم ویدیو عملی رو انشالله به شما کانفیگور میکنم. BGP uses TCP. BGP استفاده میکنه از پروتکل TCP for reliable transfer of its packet on port 179. BGP استفاده میکنه از پروتکل TCP برای انتقال اطلاعات. خب بنابراین reliable transfer داره و پورتی هم که استفاده میکنه بی جی پی 179. It is an Internet Engineering Task Force Standard or IETF Standard. یک از جمله استاندارد ها، یک از پروتکل هایی که توسط سازمان IETF یا Internet Engineering Task Force ایجاد شده. خب Support Classless Inter-Domain Routing. این هم سابنتینگ سپورت میکنه، Classless Inter-Domain Routing یا سایدر، این هم سپورت میکنه پروتکل بی جی پی. Keep all of message or send periodically every 60 seconds by default. در بحث پروتکل بی جی پی ما کیپ الایف مسیج داریم. کیپ الایف مسیج مسیجیه که روترهای پیر یا همتا بین خود خود رد و بدل میکنن برای از اینکه بفهم کدوم روتر زنده یا الایفه. هر کسی که باشه جواب میده و هر 60 ثانیه معمولا رد و بدل میشه. به خاطر چی رد و بدل میشه؟ To ensure that the remote peer is still available. برای از اینکه شما مطمئن بسازه همو همتا یا remote peer برای از میگم او هنوز هم available و به نتورک شما هست. If a router does not receive a keep alive message or keep alive from a peer for a hold time period, برای hold time period که by default 180 سکنده، اگر یک روتر برای 180 سکند کیپ الایف مسیج نگیره یا نفرسته، the router declared as a that peer is dead. او روتر یا او روتری که بعد از 180 ثانیه کار سه دفعه میشه، یعنی سه دفعه کیپ الایف مسیج از او نفرسته یا جواب نده، او روتر به عنوان روتر دید یا روتر مرده شناخته میشه یا همتای مرده شناخته میشه. پیر یعنی همتا، کسی که نیبر شمانه. بعد میاییم حالا بی جی پی کامپوننت ها میخونیم، چی کامپوننت های در بحث جی بی بی جی پی هست یا اجزای بی جی پی دیگه چی میتونه باشه. هر زمان شما بی جی پی میخونیم باید بفهمیم بی جی پی سپیکر یعنی چی، بی جی پی پیر باید بفهمیم یعنی چی، آی جی پی یعنی آی بی جی پی یعنی چی، ای بی جی پی یعنی چی. اینا کامپوننت ها یا اجزای خود بی جی پی میتونه باشه. BGP speaker یا صحبت کننده BGP، a router running BGP. هر روتری که روتر مرزی که پروتکل BGP ران داشته باشه به نام BGP speaker میگن. BGP peer or BGP neighbor کی میگن. Any two routers that have form a TCP connection to exchange BGP routing information. هر دو تا روتری که اینا TCP کنکشن از اینا برقرار شده برای از اینکه رد و بدل بکنم راوتینگ انفارمیشن بی جی پی برای همون دو تا روتر به نام بی جی پی پیر یا همتاهای بی جی پی یا بی جی پی نیبور یا همسایه های بی جی پی گفته میشه. As بی جی پی runs over the TCP on port 179 not UDP. اگرچه چند ثانیه پیش هم شما به سلاید دیدین که بی جی پی هم گفته شده که بی جی پی که هسته رن میشه رو پروتکل تی سی پی و پورت 179 نه پروتکل یو دی پی. خب نیاز به این قسمت هم نیه، میشه که این قسمت هم ما به شما اعمال پاک کنم، فقط این برای تاکید بیشتره که یک وقت یاد شما باشه، پس میترم هم سلاید هم باشه مشکلی نداره که بفهم دوبار تکرارم بشه، ولی هدف فهمیدن بیشتره. Internal BGP یا IBGP که برای از میگم Internal BGP یعنی چی؟ Refer to the BGP neighbor
relationship within the same AS. IGP یا IBGP برای از او BGP نیبر های گفته میشه، برای او همسایه های BGP گفته میشه که relationship از اینا در داخل یک اتونومو سیستمه. پس داخل یک اتونومو سیستم راوترهایی که این BGP استفاده میکنن میتونیم بگیم IGP IBGP پروتکل اونا رن دارن. The IBGP neighbor does not have to be directly connected. خب IBGP نیبر ها یا همسایه ها لازم نیه که اونا مستقیما با هم دیگر کنکت باشن، یعنی میتونه از طریق راوترهای دیگه هم با هم دیگر کنکت بشن. External BGP or BGP refer to BGP neighbor relationship between two peers belong to different autonomous system. خب پس EGP پروتکل ها که هسته او اشاره میکنه به اون BGP نیبر ها یا به اون همسایه های BGP که اونا ریلیشنشیپ دارن بین دو تا پیر یا همتا برای اتونوم برای وصل ساختن اتونوم سیستم های مختلف، یا او EBGP پروتکل ها EBGP پروتکل ها رو اتونوم سیستم های مختلف کانفیگور میشه. It is recommended that EGP should be directly connected. بعد ای به شما توصیه میشه که EBGP پروتکل ها باید به صورت دایرکتلی یعنی مستقیما با همدیگر وصل باشن، در حالی که IGP پروتکل ها لازم نیه با همدیگر مستقیم لازم وصل باشن. Never run، هرگز رن نکنیم IGP between EGP peers. حتمین هرگز رن نکنیم IGP پروتکل ها در بین EGP peer ها، بین همتاهای EGP که از EGP برای روتینگ خود استفاده میکنن. این همی اصطلاحاتی که گفتیم ولی به شما واضح میشه ای اتونومو سیستم صده ای اتونومو سیستم دو صده. بین از این دو تا اتونومو سیستم مختلف بی جی پی پروتکلی که کانفیگور میشه ای بی جی پی برای از میگم، یا اکسترنل بی جی پی برای از نگفته میشه، بین اتونومو سیستم مختلف ای صده ای دو صد. بین اتونومو سیستم های داخلی به نام آی بی جی پی برای میگم، یعنی در داخل یک اتونومو سیستم پروتکل بی جی پی که اگه وقتی نیاز بشه که شما کانفیگور کنیم، اگر نیاز نمیشه بیشتر از آی جی پی پروتکل ها مثل ریپ و اس پی اف یا جی ار بی استفاده میشه، اگه وقتی کانفیگور میکنیم بعد بگین که عبارت از آی بی جی پی یا اینترنل بی جی پی ها بی جی پی داخلی این جگام ای بی جی پی. چرا؟ چون یه اتونومو سیستم 300 داره یه اتونومو سیستم 200 داره. بین اتونومو سیستم های مختلف ای بی جی پی، بین داخل اتونومو سیستم آی بی جی پی. و میایم عنوان دیگه را میفهمیم. یک عنوان دیگه داریم که خیلی مهمه به اسم administrative distance، چون جلسه شما رو موضوعات بیشتر بحث کردین که هر دو اتونومو سیستم های مختلف رو با هم دیگر وصل بسازیم، چه قسمه هر زمان داخل یک نتورک شما راوتینگ پروتکل های مختلف باشه، راوتر چه قسم تشخیص میده که کدو راوتینگ پروتکل انتخاب بکنه برای از اینکه اطلاعات بفرسته. هر زمان داخل یک اتونومو سیستم شما دیفرنت راوتینگ پروتکل ها داشتین، ریپ و اس پی اف داخل یک اتونومو سیستم داشتین، اون موقع راوتر چی قسم تشخیص بده که کدو راوتینگ پروتکل استفاده کنه برای فرستادن اطلاعات. این موضوع باید شما ادمنستریتیو دیستانسر بفهمیم. به این خاطری به سلاید ها ذکر کردم که ادمنستریتیو دیستانس برای از اینه که هر زمان داخل یک اتونومو سیستم دیفرنت راوتینگ پروتکل ها شما داشتین که روی راوتر ها کانفیگور شده بود، راوتر از کجا بفهمه که به این مسیر وقت اطلاعات میفرسته از کدو راوتینگ پروتکل استفاده کنه. AD یا Administrative Distance این سهولت به راوتر میده که راوتر بفهمه کدو راوتینگ پروتکل بهتره، او هم از رو AD نمبر که هر قدر Administrative Distance Value پایین تر باشه همو به عنوان راوتینگ پروتکل انتخاب میشه. Administrative distance or AD is a value that the routers uses in order to select the best path when there are two or more different routes. این خوب دقت کنید. Administrative distance یک value که روترها از او استفاده میکنن برای انتخاب کردن بهترین مسیر. چی زمانی؟ زمانی که وجود داشته باشه دو یا چند تا مسیر مختلف different route ها یا مسیرهای مختلف وجود داشته باشه to the same destination به این سیستم مقصد
from two different routing protocol، از دو تا یا سه تا روتینگ پروتکل مختلفی که روی اگر اتونوموس و قرار عین مسیر اونها انتقال پیدا بکنه و پکت ها از اونها یا مسیر دهی بشه، روتر از کجا میفهمه که کدوم روتینگ پروتکل برای مسیر دهی انتخاب بکنه؟ از روی ادمنستریتیو دیستنس والیو میفهمه، از روی قیمتی که برای هر پروتکل با عنوان ID نمبر یا ادمنستریتیو دیستنس نمبر داده میشه. Administrative distance count the reliability of routing protocol. Administrative distance یا ID count میکنه reliability یا حساب میکنه reliability خود routing protocol. یعنی هر قدر administrative distance یک routing protocol پایین باشه، یعنی reliability از اون پروتکل بالاتره. Administrative distance is a numeric value. این تعریف دگی اگه بالا رو هنوز نفهمیدیم گرچه واضح شده. یک نمریک ولیویه which can range که میتونه رنج از بین 0 تا 255 باشه. A smaller administrative distance is more trusted. هر زمانی که administrative distance smaller باشه، یعنی کوچکتر باشه، و بیشتر قابل اطمینانه و بیشتر برای از او ولیو داده میشه و او پروتکل با عنوان بهترین پروتکل برای مسیردهی انتخاب میشه. پس حالا میایم به این سلاید واضح میشه به شما که هر زمانی داخل یک اتونوموس سیستم different routing protocol ها بود، روتر چی قسم میتونه انتخاب بکنه که کدو روتینگ پروتکل استفاده بشه برای روتینگ، ارو چی؟ ارو administrative distance یا ارو ID نمبر میفهمه. گفتیم بین 0 تا 255 میتونه value داشته باشه. 0 که باشه یعنی directly connected. directly connected یعنی پورتی که مستقیما به روتر وصله، جایی که من روتینگ پروتکل رو به شما نشون میدم 0 هم داره که directly connected. بعد 1 که باشه یعنی استاتیک روتینگ صورت گرفته، یعنی استاتیک روتینگ که بیشترین تراست یا اطمینان داره برای مسیردهی اطلاعات، ایدی یا ادمنستریتیو دیستنس از او 1. بعد از او پروتکل EIGRP که ما استفاده میکنیم ادمنستریتیو دیستنس از او 90، پروتکل IGRP ادمنستریتیو دیستنس از او 100، پروتکل OSPF ادمنستریتیو دیستنس از او 110، ISIS 115، ریپ 120 و دیگه پروتکل ها میتونه نهایت تا 255 هم باشه. پس حالا اگه یک سوال از شما بکنم، هر زمان شما داخل یک اتونوموس سیستم شما هم پروتکل EIGRP داشتیم و هم پروتکل فرض کنیم ریپر داشتیم، کدوم یک از این پروتکل ها برای روتینگ استفاده میشه؟ معلوم دار پروتکل EIGRP روتر انتخاب میکنه برای مسیردهی. چرا؟ چون ادمنستریتیو دیستنس از او پایین 90ه، در حالی که از پروتکل ریپ 120. پس هیچ موقعی هر زمان داخل یک روتر هم دو تا روتینگ پروتکل کانفیگور شده باشه، روتر همو مسیری یا همو پروتکلی برای روتینگ انتخاب میکنه که ادمنستریتیو دیستنس از او پایین تر باشه. اگر IGRP هم بود، EIGRP هم بود، روتر باز هم EIGRP رو انتخاب میکنه چون ادمنستریتیو دیستنس پایین تره. اگر EIGRP هم بود و SPF هم بود، چون بازم administrative distance EIGRP پایین تره، بنابراین پروتکل EIGRP به عنوان بهترین انتخاب میشه برای از اینکه روت یا مسیردهی بکنه اطلاعات به سیستم های یا به روتر های دیگه. خب این بود از administrative distance. چون شما different routing protocol ها را اگه وقت داخل یک اتونوموس سیستم کانفیگور بکنیم، چون نظر به سیلابس شما توضیح داده شده بود، باید بفهمیم که administrative distance چی هست. خب قسمت کانفیگوریشن پروتکل BGP میتونیم بگذاریم به ویدیوی بعدی که انشالله اول به شما کانفیگور کنم، چون حجم ویدیو بالا نره و زیاد خسته کن برای شما نباشه. پس ویدیو دوم شما انشالله بحث کانفیگور کردن خود پروتکل BGPه که چی قسم شما اول کانفیگور کنی. تشکر.